ارتش و سپاه در رژیم جمهوری اسلامی علی‌رغم تمام تبلیغاتی که در دستگاه‌های حکومتی برای متحد نشان دادن آنها انجام می‌گیرد، اختلاف عمیق و ریشه‌ای دارند. اختلافی که در تاریخ جمهوری اسلامی بارها منجر به درگیری‌های محدود میان این دو نهاد شده است. برای مثال، در سال 89 و در شیراز درگیری این دو نهاد بر سر تعیین مواضع استقراری به تیراندازی و جبهه کشی می انجامد که به گفته منابع آگاه با دخالت سپاه ولی امر از بیت خامنه ای ماجرا ختم می شود. از آن پس علی خامنه ای شروع به یک کودتای تدریجی در بدنه ارتش می کند و بسیاری از سران ارتش را تغییر می دهد. اما این تغییرات هیچگاه آنطور که مد نظر خامنه ای رهبر رژیم بوده است کامل نشده است. و همیشه در بدنه ی بیت خامنه ای این هراس از اینکه ارتش با مردم متحد شده و حلقه مفقوده براندازی تکمیل شود وجود داشته است. در آخرین اتفاق در یک مصاحبه کم سابقه حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا با انتقاد از فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی سپاه پاسداران به مواردی از نادیده گرفته شدن ارتش در دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی اشاره می کند. ایرنا ویدیوی این مصاحبه را به زودی از خروجی خود حذف کرد. با ما همراه باشید تا جزئیات بیشتر از این شکاف عمیق میان ارتش و حکومت را که روز به روز در حال گسترش است بررسی کنیم. خبرگزاری ایرنا ویدیوی کوتاه از این مصاحبه را هفته گذشته با عنوان ناشنیده های ارتش از زبان امیر سیاری منتشر کرد. اما ویدیوی کامل مصاحبه روز یک شنبه 11 خرداد ماه 1399 ساعتی پس از انتشار در این خبرگزاری بدون هیچ توضیحی حذف شد. حبیب الله سیاری در این مصاحبه از فعالیت های سیاسی و اقتصادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انتقاد می کند و میگوید که اصلاً به صلاح نیروهای مسلح نیست که وارد بحث اقتصادی بشوند. وی با تأکید بر اینکه ارتش مطابق مقررات وارد فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی نمی‌شود، گفت که آیا این معنیش این است که ما سیاست نمی‌فهمیم؟ این معنی آن نیست. اتفاقاً ما سیاست را خوب می‌فهمیم، خوب تحلیل می‌کنیم، خوب متوجه هستیم، اما سعی داریم که وارد سیاست نشویم. چون سیاست زدگی برای نیروهای مسلح آسیب است. این فرمانده نظامی همچنین از نادیده گرفته شدن ارتش در دستگاه تبلیغاتی رژیم جمهوری اسلامی از جمله در صدا و سیما و فیلم‌های خاص انتقاد کرد و گفت که بعد از پخش شدن اظهاراتی اشتباه درباره آب‌های سرزمینی ایران و کوتاهی ارتش قانونی شکایت کردم. برای رئیس صدا و سیما هم نامه نوشتم اما کسی جواب مرا حتی نداد. به گفته یه دریادار حبیب الله سیاری این موارد نشان می‌دهد که چیزی پشت پرده هست که در همین سیستم صدا و سیما هم حاکم است. سیاری که خود از سال 86 فرماندهی نیروی دریایی ارتش را بر عهده دارد در آبان 96 با حکم علی خامنه ای این نیرو را ترک کرد و به عنوان معاون هماهنگ کننده ارتش منصوب شد. او در مصاحبهش با ایرنا همچنین از غیبت ارتش در آثار تبلیغاتی و به جای آن قهرمان سازی از یک سید و یک حاجی که با یک تیربار جسه یک لشکر را در 24 ساعت از بین میبرد انتقاد کرد و گفت اگر این طوری است 8 سال جنگ برای چه بود؟ این فرمانده ارشد ارتش همچنین از تصویری که از ولی الله فلاحی در فیلم چه ساخته ابراهیم حاتمی کیا ارائه میشود نیز به شدت انتقاد کرده و گفته شخصا به کارگردان گفته است که این تصویر فرمانده او نیست و این موضوع او را به گریه انداخته است. ولی الله فلاحی فرمانده نیروی زمینی و بعد کفیل ریاست ستاد مشترک ارتش بود و در مهر 1360 اعلام شد که وی به همراه چند تن دیگر در سانحه سقوط هواپیما کشته شده است. خبرگزاری ایرنا هنوز توضیحی درباره علت حذف شدن این مصاحبه از خروجیش ارائه نکرده است. وبسایت انصاف نیوز میگوید
پدرام الوندی مدیر کل اخبار داخلی ایرنا حاضر به توضیح در این باره نشده است. وجود تبعیض‌های فراوان علیه ارتش جمهوری اسلامی و جلوگیری از عرض اندام آن در مقابل سپاه پاسداران پیش از این نیز بارها مطرح شده است. هواداران جمهوری اسلامی وظیفه ارتش را دفاع از کشور و وظیفه سپاه را دفاع از نظام ذکر می کنند. همانطور که در نام سپاه کلمه ایران دیده نمی شود و نام آن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و نه سپاه پاسداران ایران. چندی پیش فرمانده کل ارتش در سخنانی که پنجشنبه 27 دی در جمع بسیجیان ایراد کرد، در پوشش انتقاد از اقدامات دشمن در فضای مجازی از اختلاف بین ارتش و سپاه بر سر بودجه نیز پرده برداشت. سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی گفته بود که دشمنان با تمام قوا می‌خواهند بین نیروهای مسلح و ارتش و سپاه تفرقه بیاندازند و با مطرح کردن تفاوت بودجه ارتش و سپاه و دیگر مسائل در صددند تا وحدت نیروهای مسلح را خدشه‌دار کنند. اما آنها به یاری خداوند کور خواهند شد که ارتش و سپاه دست از دست همدیگر بردارند تا زمانی که توطئه‌های آمریکا را سرکوب کنند. اینها همه نشان می‌دهد که چه نگرانی عمیقی در میان خودی‌های نظام بر سر احتمال اختلاف قریب الوقوع ارتش و سپاه وجود دارد. دولت برای ارتش جمهوری اسلامی در سال 98 حدود 10,000 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته بود. 1,000 میلیارد تومان کمتر از سال قبل از آن. در همان حال به سبب خروج آمریکا از برجام، ارزش ریال نیز در برابر دلار آمریکا کاهش یافته بود و این امر در بودجه لحاظ نشده بود. یعنی در واقع بودجه ارتش به کمتر از نصف سال قبل خود رسیده بود. در مقابل به سپاه پاسداران برخلاف ارتش 5,000 میلیارد تومان بیشتر از سال قبلش بودجه تعلق گرفته بود و با تخصیص بیش از 25,000 میلیارد تومان به این نهاد نظامی اقتصادی بودجه سپاه در مقایسه با سال گذشتهش 2.5 برابر شده بود و به بیش از 2 برابر بودجه کل ارتش رسیده بود. فرمانده کل ارتش به بسیجیان یادآوری کرد که یکی از توطئه‌های دشمن این است که با انواع حیله‌ها روحیه ارتشی‌ها را ضعیف کند، اما نگفت که منظورش از دشمن کیست. سید عبدالرحیم موسوی اطمینان داد که در هر عرصه‌ای که کشور نیاز داشته باشد، ارتشیان جانشان را در کف دست گذاشته و بی توقع به وظیفه خود عمل می‌کنند. جالب اینجاست که او نامی از نظام، انقلاب و رهبری نبرد و گفت که حاضر به دفاع از کشورند. اختلاف دو نهاد موازی ایران یعنی ارتش و سپاه بر سر نقش و وزن هر یک در دوران جنگ همچنین بیش از پیش جنبه علنی پیدا کرده. در همین حال وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نسبت به اختلاف میان آنها هشدار داده بود. تنش و اختلاف میان این دو نهاد موازی و در عین حال حساس جمهوری اسلامی در اعتراضی دیگر نمود یافت. در اعتراضی که مقامات ارتش علیه نمایش فیلم مستندی در سیمای جمهوری اسلامی ابراز کردند. این مستند که با عنوان دفاع مقدس در هفته اول مهر ماه در شبکه‌های مختلف سیمای جمهوری اسلامی به نمایش درآمد، باعث اعتراض و انتقاد عده‌ای از فرماندهان و مسئولان رده بالای ارتش شد. آنها سیمای جمهوری اسلامی را متهم کردند که نقش ارتش در دوران جنگ را در فیلم یاد شده کمرنگ جلوه دادند. بخشی از اعتراضات فرماندهان ارتش در نشریات و روزنامه‌ها نیز انتشار یافت. این در حالی است که بنابر گزارش سایت‌های نزدیک به جبهه پایداری، برخی از فرماندهان سپاه همچون محسن رضایی، رحیم صفوی و علی شمخانی از پخش مستند مزبور سپاسگزاری کرده بودند. علاوه بر اعتراض‌های شفاهی، ارتش جمهوری اسلامی در واکنشی بی‌سابقه به نمایش این فیلم گروهی کارشناسی به نام بررسی و نقد مستند دفاع مقدس نیز تشکیل داده بود و سپس با صدور بیانیه‌ای ضمن انتقاد از پخش مکرر مستند یاد شده اعلام کرد که صدا و سیما در تهیه مستند دفاع مقدس در حق ارتش جمهوری اسلامی اجحاف کرده است. گرچه نمود بیرونی اختلاف ارتش و سپاه بیشتر بر نقش هر یک از آنها در دوران جنگ متمرکز شده است، ولی به گمان برخی از ناظران تنش‌ها و گسل‌های دیرینه میان این دو نهاد موازی می‌تواند به تدریج در عرصه‌های دیگری نیز بروز علنی پیدا کند. معمولاً در چنین شرایطی رهبران و مسئولان طراز اول جمهوری اسلامی با اشاره به خطر سوء استفاده دشمنان
نهادها و ارگانهای حکومتی را به رفع اختلاف و حفظ وحدت فرا می‌خوانند. نکته‌ای که در آخرین سخنرانی وزیر اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی نیز مشهود بود. باید دید که تلاش رژیم تا چه حد قادر است اختلافات یاد شده را برای دراز مدت کاهش دهد و از بروز مجدد آنها در ابعاد گسترده‌تر جلوگیری کند. اختلافاتی که اگر پیش روی کنند می‌تواند قطعاً یکی از عوامل سقوط قطعی رژیم جمهوری اسلامی باشد. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.